سلام دوباره دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و این جلسه دوازده همه درسای من هست تحت عنوان مسیحیت و سیاست از هفته گذشته وارد یک کتاب جدیدی شدیم تو این برنامه ها که تیترش هست Christians and the Common Good مسیحی ها و خیر جمعی و نویسنده این کتاب اسمش هست چارلز گوتنسن و میخوایم که صحبت رو از دیدگاه این نویسنده جلو ببریم و ادامه بدیم بحثی رو که از جلسه پیش با هم شروع کردیم بحثمون چی بود؟ میخوایم نگاه بکنیم به بنیاد باورهای مسیحی الهیات مسیحی درباره خود خدا صفات خدا، کارهای خدا و چطوری نگاه ما به خدا تاثیر داره توی زندگی اجتماعی ما توی های سیاسی و اجتماعی جامعه بشری. خدا میخواد که خدا اراده داره، نقشه داره، هدف داره، برنامه داره برای رابطه انسان با انسان، برای رابطه در جامعه. خدا ما رو با فرد فرد ما میخواد ارتباط داشته باشه ولی، ایمان ما یک ایمان فردگرایانه نیست ایمان خصوصی نیست ایمان ما باید خودش رو در جامعه در محبت به همسایه نشون بده پس داریم این صحبت رو جلو میبریم از تعالیم این کتاب جلسه گذشته ما فقط یه عالم صحبت مقدماتی رو کردم و بعد وارد مبحث تسلیس شدیم که خود باور و ایمان ما که در خدا ما یک رابطه ازلی بین پدر پسر و روح القدس رو باش روبرو میشیم پس اگر خدا ما رو در شباهت خودش آفریده مهمه که انسان در رابطه باشه مهمه که مدیریت جامعه اهمیت بده به روابط بشری هیچ گروهی، هیچ شخصی، هیچ سن و سالی، هیچ اقلیتی، هیچ هیچ کسی فکر نکنه که من به درد نمیخورم من بی ارزشم من برای کسی دیگه فایده ای ندارم بهتر من اصلا از صحنه برم نه ما به هم نیاز داریم هر کشوری باید احترام بذاره به تمام شهرونداش چون ما به هم دیگه نیاز داریم پس این در ارتباط بودن کلمه که نویسنده استفاده کرد مطرح کردیم کلمه انگلیسی mutual interdependence به یکدیگر همبسته و وابسته هستیم به خاطر اینکه تسلیس در تسلیس اقدس ما یک رابطه و مشارکت صمیمی رو در ذات الهی در رابطه درون خود خدا مشاهده میکنیم ولی حالا میخوایم صحبت رو ادامه بدیم نکته بعدی که نویسنده مطرح میکنه خدا محبت است نه فقط خدا تسلیسه بلکه خدا محبته در اول یوحنا رساله اول یوحنا فصل 4 آیه 8 این آیهش از خدا محبت است و دائم رساله یوحنا به ما تاکید میکنه که اگر خدا محبته ما باید با یکدیگر در محبت زندگی کنیم من نمیتونم بگم که خدایی رو که ندیدم و دوست دارم خیلی عاشقشم ولی متنفر باشم از برادر و خواهرم که میبینمش پس اینکه اگر خدا محبته اون محبت باید خودش رو در محبت ما به یک دیگر نشون بده پس اگر خدا محبته محبت خدا شامل تمام خلقتشه پس ما وظیفه داریم که از این خلقتی که خدا خلق کرده و این خلقت رو دوست داره نگه داریم حفاظت محیط زیست حفاظت منابع زمینی قسمتی از وظیفه و مسئولیت و امانتیه که خدا به انسان داده برای حفظ این دنیا برای شکوفایی این دنیا پس حتی باور داشتن به اینکه خدا محبته باید خودش رو نشون بده در اینکه من دارم چطوری مراقبت میکنم از انسانی که خدا در محبت خودش خلق کرده و از طبیعتی که خدا در محبت خودش خلق کرده نمیتونیم از زمین فقط استفاده ابزاری کنیم از طبیعت فقط استفاده ابزاری کنیم فقط که من یه منفعتی گیرم بیاد من کنترل جامعه رو به دست بگیرم من لذت ببرم بعدم میمیرم تموم میشه نگران نستای آینده نباشیم نه این زمین این محیطی که خدا ما رو توش گذاشته امانت هدیه است باید ازش مراقبت کرد چون خدا این زمین و این خلقت رو دوست داره پس برکت این خلقت برکت این جامعه برای یک مسیحی باید مهم باشه در تمام ابعاد زندگی یا محبت به همسایه داستان سامری نیکو رو نویسنده اینجا مطرح میکنه که این وقت اگه میگیم خدا محبت این محبت خودش رو نه فقط نشون میده توی حفظ این زمین، منابع زمین و محیط زیست خلقت خدا، خلقت نیکو و زیبای خدا بلکه در محبت به همسایه انسانی که مثل من ارزش داره برای خدا انسانی که خدامون رو دوست داره چه اون انسان فقیر باشه، چه اون انسان مریض باشه چه اون انسان جوو... نوزاد باشه، پیر باشه غریبه باشه مال قوم ما باشه چه اون انسان دشمن ما باشه دستور مسیحه که چون پدر محبته تو هم حتی به دشمنت محبت کن پس این چه ربطی به فعالیت سیاسی اجتماعی داره مدیریت جامعه باید دائم صلح رو ترویج کنه نه جنگ رو نه ترویج خونریزی و کشدار رو نه دشمن سازی که همه دشمن من هستن نه ترس و وحشت که هم از همه بترسیم و سرمایه گذاری کنیم روی ساختن اسلحه روی جنگ روی نابودی بشر نه اگر خدا محبته چقدر داریم سرمایه و بودجه مملکت رو روی این میذاریم که به دیگران خدمت کنیم وسیله باشیم برای صلح و آشتی چقدر داریم جنگ طلبی رو پرورش میدیم در سیاست های امور خارجمون در سیاست های داخلی مملکتمون چقدر همش همه رو به عنوان دشمن میخواییم که باشون بجنگیم و نابود کنیم پس باورهای ما، ایمان ما، ارزشهای بنیادین ما تاثیر داره روی برخورد ما نسبت به سیاست و نسبت به جامعه پس خدا محبته حرف داره بزنه برای فعالیت های سیاسی اجتماعی دنیای ما نکته بعدی میگه خدا انسان شد تجسم مسیح باور ما ایمان ما که این خدا فقط خدای قادر مطلق نیست که بالا نشسته این خدا خودش وارد صحنه بشری میشه پس فداکاری خدا از خودگذشتگی خدا سخاوتمندی خدا محبت و شفقت خدا رو در جسم شدنش انسان شدنش در عیسی مسیح میبینیم مسیح الگوی زندگی بشریه که خدا میخواد من تو مثل مسیح زندگی کنیم در محبت و سخاوتمندی و بخشش و آشتی و فداکاری نه در کینه و انتقام و کشتن و سرکوب و کنترل دیگران خیلی خوب درباره مسیح صحبت کردیم تو درس‌های گذشته دیگه تکرار نمیکنم اون صحبت ها رو ولی اینکه واقعا باور داشتن نه فقط این خدای تسلیس بلکه این خدا محبت این خدا خودش انسان میشه برای من و تو خودش رو فدای من و تو میکنه پس انقدر هر انسانی برای خدا ارزش داره مرد و زن برای خدا ارزش داره مذهبی و غیر مذهبی برای خدا ارزش داره اون انسانی که خدا را باور نداره خدا برای اون انسان ارزش قائله اون انسان رو دوست داره میخواد با اون انسان با خدا آشتی کنه پس اینی که همه رو دشمن ببینیم از دیگران که با ما مخالفن بدمون بیاد بخوایم اونا رو نابود کنیم سرکوب کنیم بخوایم منفعت و کنترل و پول و دست خودمون نگه داریم اینا ارزشهایی نیست که بر اساس ملکوت خدا باشیم نه ارزش های سیاست های دنیاست ولی گفتیم ما باید با یه دید دیگه وارد فعالیت سیاسی اجتماعی باشیم باید با یه میار دیگه ارزیابی کنیم حکومت هامون رو دولت هامون رو و میگم اینجا شاید یه نفر تو ایران داره تماشا کنیم میگه خب ساسان آیا سیاست مداره مسیحی اینطوری دارن برخورد میکنن خیلی وقتا نه من هیچ اینجا مدافع سیاست مداره مسیحی در دنیای غرب نیستم خیلی وقتا واقعیت داستان اینه که خود اون سیاست مداره هم که حالا میگن ما مسیح ایمان داریم خیلی جاها کم میارن ولی اینی که دائم باید خودمون رو ارزیابی کنیم بر طبق این اصول و باورهایی که اقلا اعتراف میکنیم به زبون که به این باورها ما میخوایم بر اساس این باورها زندگی کنیم نکته بعدی که نویسنده مطرح میکنه و میخوام یه آیاتی را با همدیگه نگاه بکنیم قدوسیت خدا خدا قدوسه خدا قدوسه پس خدا نه فقط محبته خدا قدوسه ولی حالا این تعریف ما از قدوسیت خیلی وقتا ما قدوسیت رو فکر میکنیم قدوسیت یعنی این که من یه کارایی رو مذهبی رو انجام نمیدم این بکن نکن ها امر به معروف و نحی از منکر این یعنی قدوسیت پس نه صحبت قدوسیت خیلی بزرگتر و وسیتر از این حرفاست و در واقع قدوس بودن خدا تاکید قدوسیت خدا روی روابط ما با همدیگه است حالا میخوایم نگاه کنیم به یه متنی تو عهد عتیق و نویسنده اشاره میکنه به لاویان فصل 19 میخوام اگه کتاب مقدساتون رو دارید لطفا لاویان فصل 19 رو باز کنید درباره وظایف مقدس تیتر 1009 در لاویان کتاب، یکی از پنج کتاب تورات هستش لاویان 19 آیات رو شروع میکنیم میگه خداوند به موسا گفت تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرده به دیشان بگو مقدس باشید زیرا من یهوه خدای شما قدوسم مقدس باشید زیرا من یهوه خدای شما قدوسم و بارها این جمله تکرار میشه توی این فصل گفتیم اگر خدا صفات خدا برای ما باید خیلی مهم باشه و باید انعکاس پیدا کنه در زندگی ما چرا چون ما در شباهت خدا آفریده شدیم خود خدا و شخصیت خدا برای ما باید یک الگو در زندگی باشه خدا خودش اینجا میگه همونطوری که من مقدسم تو هم مقدس باش مقدس باشید زیرا من یهوه خدای شما قدوسم نمیگه که شما که بی خیال شما که انسانید من خدام پس بی خیال هر کاری کردید کردید نه چون من قدوسم پس تو هم وظیفه داری در قدوسیت زندگی کنی حالا قدوسیت چیه؟ شروع میکنه تعریف کردن این قدوسیت حالا احترام به پدر مادر نگه داشتن سبت دوباره من یهوه خدای شما هستم دست برداشتن از پرستش بتها و آیات مختلفی رو نویسنده مطرح می راویان 19 مطرح میکنه ولی میخوام حالا نگاه بکنیم به آیه 9 و چند تا از آیه ها رو از آیه 9 به پایین با هم بخونیم تیتر این قسمت حالا هست توی, لع... توی هزاره نو چیه تیترش؟ محبت به همسایه محبت به همسایه قسمتی از زندگی قدوسه قسمتی از قدوس... انعکاس دادن قدوسیت خدا محبت به همسایه است پس قدوسیت فقط در رابطه من با خدا نیست که بله به خدا احترام بذار خدا رو پرستش کن بت رو نپرست نه قدوسیت در رابطه با خدا رب پیدا میکنه در محبت به همسایه چون محصول زمین خود را درو میکنید تا به گوشه های مزرعه را به تمامی درو مکنید و خوشه های برجامانده محصول خود را برمچینید قدوسیت رب داره به مسائل اقتصادی تاکستان خود را دانه چینی مکنید و خوشه های ریخته شده ای تاکستانتان را جمع نکنید چرا جمع نکنید؟ آنها را برای فقیران و قریبان واگذارید من یهوه خدای شما هستم خدا دل داره برای موضوعات اقتصادی برای مشکلات اقتصادی در جامعه به فکر فقیران باش به فکر قریبه ها باش به فکر اونایی که زمین و مزرعه ندارن غذا ندارن باش همه رو برای خود جمع نکن همه محصولات صد درصد نگو نگو مال منه با طمع برای خودم حفظ میکنم نه با دست و دلبازی با سخاوتمندی زندگی کن تو دنیای زندگی میکنیم اخبار آمریکا این که دو سال اخیر مثلا کمپانی های مثل آمازون که سودهای میلیاردی در سال دارن یک قرون مالیات نمیدن حالا مالیات های مختلف حالا خرج های مختلف دارن ولی مالیات به دولت فدرال آمریکا نمیدن به خاطر اینکه کمپانی های بزرگ هی دارن تاثیر میذارن کنترل میکنن قانون هایی که مجلس داره تصویب میکنه که سودشون تو جیب خودشون بمونه چرا سودمون رو به دیگران صهیم بشیم بزا خودمون پولدار دار ترشیم بزا خودمون بزرگ ترشیم و این فاصله فقر فاصله طبقاتی فاصله اقتصادی در طبقه های آمریکا داره وحشتناک زیاد میشه توی این حالا بعد الان آمار و ارقام اقتصادی ندارم ولی وقتی میشنویم که توی مثلا این ده سال اخیر در آمریکا این رشد اقتصادی چقدرش سهم اون یه درصد پولدارای آمریکا است و چقدرش رسیده به اون طبقات تر در آمریکا و پولدارها هی دارن پولدارتر میشن طبقه متوسط و رو به پایین هی داره پایین تر میره و این فاصله طبقاتی داره بیداد میکنه حتی در دنیایی مثل آمریکا و در دو... ج... کشورهای غربی پس خود کلام خدا پیامی داره که آقا اینقدر دنبالی نباش که همه چیز رو فقط واسه خود جمع بکنی پس دزدی مکنید مکر منمایید و به یکدیگر دروغ مگویید آیا اینا ربطی داره به روابط اجتماعی ربطی داره به مدیریت جامعه ایمان من؟ محب... قدوسیت رب داره به دزدی نکردن به یکدیگر دروغ نگفتن به نام من سوگند دروغ مخورید و بدین گونه نام خدای خود را بی حرمت نسازید من یهوه هستم بر همسایه خود ستم مکن و مالش را قصب منما مزد کارگر روز مزد را تا صبح نگاه مدار پس دست مزد دوباره روابط کارگری کارفرما و کارگری رابطه اقتصادی برای خدا مهمه ناشنوا را اهانت مکن و پیش پای نابینا سنگ لغزش مگذار بلکه از خدای خود به ترس من یهوه هستم ارزش برای هر فرد در جامعه حتی افرادی که از طرف جامعه خیلی شاید نگاه نگاه منفی بهشون هست اینا فقیرن اینا نابینان هیچ انسانی بی ارزش نیست برای خدا بلکه با ارزشه حتی اگر جامعه بگه اینا ارزش ندارن پس ناشنوا رو اهانت نکن پیش پای نابینا سنگ لغزش مگذار از خدای خود بترس من یهوه هستم در داوری بی انصافی مکن دادگاه های ما آیا عدالت رو برقرار میکنن دادگاه های اسلامی ما در ایران واقعا چقدر دارن قاضی های ما بر طبق عدالت چقدر پشت پرده شاید نفوس ها و فساد ها هست توی آمریکاش هم همینطور نمیخوام فقط یه طرف قضاوت کنم در داوری به انصافی مکن نه جانب فقیر را بگیر و نه بزرگ را حرمت دار همسایه خیش را به انصاف داوری کن ایستادن روی حقیقت نه پارتی بازی نه اینکه خب این این حالا آدم با نفوذی بهتر هواش رو داشته باشم در میان قوم خود به قصد سخنچینی مگرد جان همسایه خیش را وسیله منفعتجویی مگردان اگر ما این ارزش رو احترام بذاریم چقدر تاثیر میذاره روی بازار اقتصاد بازار کار و شغل محصولات و تولیدات توی دنیایی که بنده توی زندگی میکنم در آمریکا بزرگترین ارزش برای اکثر آمریکا یا جنس ارزون جنس ارزون جنس ارزون خب تو آمریکا نمیتونن تولید کنن پس میریم کشورهای دیگه به خاطر اینکه اون کشورها خیلی کشورهای فقیرترین با یه دلار و دو دلار از بچه هم استفاده می از جوون و نوجوون استفاده می صبح تا شب تو کارخونه ها کار کنن تولید کنن برای ما که بتونیم جنس ارزون داشته باشیم هر دوست داریم بپوشیم هر دوست داریم بخوریم هر دوست داریم بخریم این دنیای آمریکا که داره اینطوری کنترل میکنه یک عالم کشورها و جامعه های بشری رو کلام خدا میگه که جان همسایه خیش را وسیله منفعت جویی مگردان محبت به خدا ارتباط داره با اینکه من میخوام چطوری توی دنیای بیزنس کار کنم ارتباط داره به تجارت ارتباط داره به اقتصاد ارتباط داره به سیاست گذاری دولت ها من یهوه هستم پس آیات دیگه هم هست که واردش نمیخوام بشم فقط تا این حد که قدوسیت رفت داره به ارتباطات ما در جامعه صحبت فقط بکن نکن نیست و اینجا نویسنده میگه که ما باید این رو یاد بگیریم که در درجه اول قدوسیت یک کلمه که به ارتباطات بشری رب پیدا می ارتباطات بشر با خدا و ارتباطات بشر با بشر نکته بعدی که نویسنده مطرح میکنه خدا و ظلم گار and oppression). میگه بارها و بارها ما تو کتاب مقدس میبینیم که خدا بر ضد ظلم و ستم عمل میکنه خدا نسبت به ظلم و ستم بی تفاوت نیست خدا نسبت به ظلم و ستم بی تفاوت نیست و اینجا نویسنده اشاره میکنه به داستان خروج اصلا داستان نجات ما از عهد عتیق وقتی شروع میشه که خدا وارد عمل میشه بله خدا ابراهیم رو انتخاب میکنه و به ابراهیم میگه که از نسل تو من میخوام دنیا رو برکت بدم در پیدایش فصل دوازده این داستان شروع میشه ولی فرزندان ابراهیم سر از مصر در میارن داستان یوسف و برادرانش و فرزندان ابراهیم در مصر روش میکنن بزرگ میشن و به بردگی در مصر گرفته میشن و این خدا میاد وارد صحنه میشه و میخواد که قوم اسرائیل رو از بردگی فرعون از ظلم و ستم فرعون آزاد کنه پس این آزادی از اسارت بردگی و بندگی مقابله کردن با ظلم و ستم قسمت مهمی از داستان نجات بشری در کتاب مقدس خدا نسبت به ظلم و ستم بی تفاوت نیست خدا نسبت به ظلم و ستم بشری که چطوری انسان داره انسان رو به بردگی میکشه بی تفاوت نیست و نبایدم فکر کنیم که نه نجات فقط یک موضوع روحانیه نه نجات صحبت نجات از از عهد عتیق رو داره صحبت الان میکنه که ما دیگه مثلا به خروج فقط باید نگاه کنیم که این یک سمبل فقط نجات ما از اسارت گناه نه نجات بله حقیقت روحانیه ولی بود سیاسی اجتماعی هم داره خدا بی تفاوت نیست نسبت به ظلم و ستم ها می جنگه بر علیه ظالمان و ستمکاران پس این حقیقت هم خیلی مهم هستش که خدا براش آزادی انسان مهمه آزادی انسان از هر نوع گناه از هر نوع ساختاری در جامعه که مانع میشه که انسان در زندگی شکوفا بشه این کلمه شکوفا شدن انگلیسیش هست human flourishing من برام این کلمه خیلی مهمه که اراده خدا برای ما و جامعه بشری شکوفا شدن انسانه و توی دنیای امروز هم حالا من نمیخوام فقط گیر بدم به موضوع سیاسی دیکتاتورهای دنیا که انسانها رو اسیر کردن در کشوراشون خیلی وقتا کمپانی ها میتونن ما رو اسیر کنن بردگی در دنیای غرب هم وجود داره و هر سیستمی که از انسان فقط میخواد یک ابزار درست کنه که انسان فقط ارزشش بر اساس اینه که چقدر داره تولید میکنه چقدر داره مصرف میکنه ارزش انسان فقط معیار اقتصادی داره تنها معیار درست ارزیابی یه مملکت اینه که رشد اقتصادیش چقدره و همش این پیام بدو 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 تولید, تولید کن تولید کن تولید کن کار کن کار کن کار کن مصرف کن مصرف کن مصرف کن این هم یک نوع بردگیه این هم یک نوع اسارته که داره خیلی از جامعه ها رو نابود میکنه خانواده ها رو نابود میکنه ازدواج ها رو نابود میکنه فرزندان رو از پدر مادر داره جدا میکنه پس یک مسیحی باید به فکر این چالش های دنیای معاصر باشه یک مسیحی باید نگاه بکنه که داره چه اتفاقاتی توی جامعه چه تو جریانات مدیریت جامعه تو جریانات سیاسی جریاناتی که تو قانون داره گذاشته میشه تبلیغات فیلم و موزیک چه ارزش هایی داره جاری میشه که باعث نابودی فرد باعث نابودی خانواده است باعث نابودی جامعه است و فقط فکر نکنیم که تا موقعی که اقتصاد داره رشد میکنه همه چیز اوکیه و من دیگه نگرانی نباید داشته باشم فقط میرم کلیسا و میام خونه و اقتصاد داره در حال رشد خدا رو همین بسته نه شکوفایی انسان آزادی انسان برکت جامعه اینا اراده خداست برای زندگی بشری و بعد نکته آخر که برام نکته آخر این قسمت پس داریم یه سری از صفات خدا نگاه میکنیم خصوصیات خدا نگاه میکنیم دل خدا نگاه میکنیم که این نتیجه داره این باورها در زندگی جمعی در زندگی اجتماعی در فعالیت های سیاسی ما نکته آخری که تو این قسمت نویسنده مش... اشاره بش میکنه واسه خیلی جالب بود حالا اصلا به این موضوع من واقعا فکر نکرده بودم و تیترش هست صبر خدا God's patience می‌بینیم که خدا چقدر قرنها طول کشید در عهد عتیق تا خدا وعده های خودش رو جلو ببره و بهش تحقق ببخشید از زمان اومدن مسیح دو هزار سال طول کشیده مسیح گفت بر ولی تا حالا دو هزار سال طول کشیده خدا خدای صبوریه و ما هم باید واقع بینانه و صبورانه توی این دنیا زندگی کنیم این برام خیلی جالب بود تا حالا اصلا به این موضوع من فکر نکرده بودم که همینی که ایسای مسیح میاد بسرهایی رو میکاره در جامعه بشری ایسا هیچ قدرتی نداره قدرت و کنترل دست امپراتوری رومه ولی با همین صبر و کار کردن روح خدا در جامعه با هایی که مسیح کاشته بعد از سه قرن رمزانو میزنه در حضور عیسی مسیح پس اینی که ما هم باید صبور باشیم خیلی وقتا شاید تو فعالیت های سیاسی اجتماعی ما شاید خیلی به خاطر اون جدیت چالش ها و مبارزه ها فکر میکنیم که همین الان باید همه چیز عوض شه نه خیلی وقتا فعالیت های سیاسی اجتماعی ما داریم قدم های کوچیک برمیداریم و مسیر خیلی طولانیه این نبردی که سیاه تو آمریکا این استقامت بر علیه تبعیز نژادی قرن هاست که سیاه ایستادن استادن و دارن استقامت میکنن برای حقوق خودشون و برابری و جنگیدن علیه تبعیز نژادی استقامت علیه تبعیز نژادی پس اینا, اینا اتفاقاتی نیست که یه روزه دو روزه اتفاق بیفته پس رشد سیاسی شکوفایی اجتماعی زمان میبره باید صبور بود کار خدا نقشه های خدا یه شبه انجام نمیشه توی جامعه فکر نکن که من زندگیم به هدر رفت اگر نتونستم همه تغییر و تحولاتی رو که آرزو داشتم ببینم نه خدا داره در طول تاریخ کار میکنه. خدا داره در زندگی ما کار میکنه. کارهای خدا زمان خدا خیلی وسیع از زمانبندی ما انسان هاست. من باور دارم. باور دارم. ایمان دارم که یک روز ایران آزاد خواهد شد. یک روز احترام میذاریم توی ایران برای حقوق هر انسانی. چه ربطی به دینش و قومش و نژادش نداره. باور دارم به شکوفایی جامعه ایرانی یک زمانی میبینیم من اینو ایمان دارم که ایران و ایرانی باعث برکت دنیا خواهند بود آیا توی حتما زندگی من من این رو میبینم و این اتفاق میفته نمیدونم دعا میکنم که بیفته شاید نیفتاد شاید من از صحنه تاریخ رفتم شاید فرزندان من شاید نواهای من این رو ببینن ولی باور دارم که خدا داره کار میکنه باور دارم که از طریق کلامش از طریق کلیساش از طریق تویی که به مسیح ایمان رو خدای خدا یه روز ایران رو زیر و رو میکنه یه روز شکوفایی ایران همه رو حیرت زده میکنه و اینکه ما میتونیم الگو باشیم برای خیلی از کشورها برای شکوفایی و آزادی برای دموکراسی و حقوق بشر اینا شعار نیست من اینو زندگی میکنم و باور دارم و باور دارم که من نقشی دارم ما نقشی داریم تلویزیون ها ماهواره ها نقشی دارن کلیسا ها نقشی دارن پخش کردن کتاب مقدس نقش داره در این شکوفایی ایران ولی شاید من با چشمای خودم در زندگی که رو زمین دارم نبینم ولی برام این مهم نیست که حتما توی زمان من این اتفاقا بیفته خدا صبوره و ما هم با صبر جلو می جلو میریم ما هم با صبر و امید زندگی می چون در آخر میدونیم دونیم مسیح ملکوتش روی زمین برقرار میکنه. در آخر میدونیم عدالت و محبت خدا پیروز خواهد شد هرچند الان داریم با استقامت می برای این عرضش ها مرسی که با من بودید تو این جلسه شما رو به دستای خدای بزرگ می سپارم. تا هفته آینده خدا نگهد